سلام دوستان حالتون چطوره؟ آماده این نیم ساعت زمان بذارین بخش سوم تستای کنکور رو با هم تحلیل کنیم؟ اگه بخش یک و دو رو ندیدین لینکش رو در قسمت توضیحات براتون میذارم که راحت تر دسترسی داشته باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه بدون فوت وقت بریم سر وقت تست 151. این تست دنبال عبارت نامناسب میگرده و در مورد موقعیت مکانی کلیه از همون پرسیده یعنی فصل پنج دهم ده خب میگه چی؟ میگه به طور معمول بخشی از کلیه انسان در نزدیکی قده است که ضربان قلب و فشار خون را افزایش میدهد قده ای که این عمل کرد رو داشته باشه قده فوق کلیه است که در نزدیکی کلیه در مجاورتش قرار گرفته پس این گزینه گزینه درستیه نامناسب نمیتونه پر کنه گزینه دوم گفته اندامی که آنزیم های گوارشی و بیکربونات تولید میکنه منظورش پانکراسه بله بخشی از کلیه نزدیک پانکراسه پس اینم جمله مناسبیه سومی میگه به طور معمول بخشی از کلی انسان در نزدیکی اندامیه که به از بین بردن میکروب های بیماریزا و یاخته های سرطانی کمک میکنه. این منظورش تهال هست که تهال جزو سیستم ایمنی هست و همچون وظایفی میتونه داشته باشه و در مجاورت یکی از کلیه های ما قرار گرفته پس این هم عبارت مناسبیه اما چهارمی چی میگه؟ میگه نزدیک ماهیچه هاییه که مواد غذایی بلع شده رو به درون بخش کیسه یعنی معده وارد میکنه منظورش از این ماهیچه ها میشه مری مری هیچ ارتباطی به کلیه نداره هیچ مجاورتی با هیچ بخشی از کلیه نداره اون تو قفسه سینه است و کلیه ها در محوطه شکم پس گزینه نامناسب که باید انتخاب بشه گزینه چهار هست تست بعدی تست 152 گفته در خصوص همه یاخته هایی که در پایان تقسیم میوز در یک گل دو جنسی ایجاد میشن کدوم عبارت درسته؟ خاطرمون بیاد که ما در داخل بساک و در داخل تخمک تقسیم میوز رو داریم که برای تولید دانه گرده در بساک تقسیم میوز انجام میشه و همینطور هم در داخل تخمک سلولی از پارانشیم خورش میتونه تقسیم میاز رو انجام بده که پاگ ماده و در انتها کیسه رویانی رو تولید بکنه. حالا ببینیم کدوم از این گزینه ها میتونن درست باشن. گزینه یک میگه توسط یاخته هایی با دو مجموعه کروموزوم احاطه شدن. خب اگر که سلول گیاهی رو یک گیاه دیپلوید در نظر بگیریم این درست میشه ولی خب حالا بریم ببینیم بقیه گزینه ها چی میگن چون این فقط برای گیاهان دیپلوید جوابه گزینه دوم میگه در بخش متورم گل مراحل تمایز و تکامل خود را شروع میکنن خب میدونیم که دانه های گرده در داخل بساک رشد میکنن و ربطی به بخش متورم گل ندارن پس این گزینه گزینه غلطیه سوم میگه یک یا چند تقسیم میتوز انجام میدن. کیا همه سلولهایی که از تقسیم میوز حاصل شدن؟ خب اینو ما برای دانه گرده است که بخش نرگیا هست میتونیم بپذیریم. بله، همه سلولایی که حاصل میشن یه دونه تقسیم میتوز انجام میدن و تبدیل میشن به دانه گرده رسیده. اما در مورد بخش ماده گیاه این حرف رو نمیتونیم بزنیم چرا؟ چون بعد از تقسیم میوز چهار تا سلول به وجود میاد و از این چهار تا سلول سه تاشون از بین میرن بدون اینکه تقسیم میتوز انجام بدن بنابراین گزینه سه هم غلطه چهارمی چی میگه؟ میگه دیواره خارجی و داخلی دارن خب این در مورد بخش نرباز درسته به خاطر اینکه تبدیل میشه به دانه گرده رسیده و بخش دیواره خارجی و داخلی داره اما در مورد بخش ماده گیاه که هاگ ماده تشکیل میده این دیواره خارجی و داخلی رو نمیتونیم ببینیم پس این هم کاملا غلطه و ما به اجبار مجبور هستیم که گزینه یک رو بپذیریم در حالی که میدونیم این برای گیاهان تتراپولوید یا هگزاپولوید که اسمشون هم توی کتاب ما اومده مثلا برای گندم زراعی یا برای گل مغربی نمیتونه گزینه درستی باشه ولی حالا با اقماز و با رد گزینه میتونیم گزینه یک رو انتخاب بکنیم سوال 153 در مورد بیماری هموفیلی و کمخونی داسی شکل برای ما گفته با فرض اینکه مادر خالص باشه و فقط یکی از والدین بیمار باشن حالا ممکنه مادر خالص باشه و بیمار باشه در اون صورت پدر وضعیتش رو نمیدونیم احتمالا سالم خواهد بود یا ناقل خواهد بود و گفته در این شرایط بیاین بگین که تولد کدوم فرزند برای همه حالات ممکن است. خب این در حالت عادی حل کردنش واقعا کار دشواری نیست. چند تا مربع پانت باید براش بکشیم. اما سر امتحان خب میتونه سوال وقتگیری باشه و اذیت کننده باشه. اگه به این جدبل های پانت که براتون رسم کردم دقت بکنید میتونید متوجه بشیم که دختر سالم و ناخالص در همه این حالت ها میتونه دیده بشه ولی بقیه موارد همگانی نیست و ممکن تو بعضی از حالت ها به وجود نیاد. سوال 154 گفته چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ یه تست شمارشی دیگه. با توجه به فرایند ترجمه در یوکاریوتا میتوان بیان داشت بعد از آنکه رنای ناقل در حالا جایگاهی از رناتن استقرار پیدا میکنه به طور حتم چه انتقالی اتفاق میفته خب اولا خب در مورد ترجمه ما هر سال در کنکور سوال داریم و برای اینکه تسلط کافی به این بخش داشته باشیم حتما باید شکل ها و مراحل رو با دقت بررسی بکنیم بیایم یکی یکی پیش بریم ببینیم که کدوم عبارت میتونه مناسب باشه میگه بعد از اون که رنای ناقل در جایگاه آ استقرار پیدا کرد تی آرن آیه بدون آمینو اسید از به جایگاه ای منتقل خواهد شد به طور حتم خب بله اگر استقرار پیدا بکنه بعد میاد ریبوزوم جابجا جا میشه به اندازه یک کدون و در اثر این جابجایی تی آر این آی که آمینو خودش رو از دست داده به جایگاه ای منتقل خواهد شد البته این جابجایی بعد از برقراری پیوند بین آمینواسید جایگاه آ و اون زنجیره پلیپپتیدی که در جایگاه پی هست اتفاق میفته و بعد جابجایی ریبوزوم به دنبالش پیش میاد که این میتونه گزینه درستی باشه و به طور حتم اتفاق خواهد افتاد گزینه دو یا مرحله دو چی گفته گفته در جایگاه ای رنای ناقل وقتی در جایگاه ای استقرار پیدا میکنه تیآرنای حامل یک آمینا اسید به طور حتم به جایگاه آ منتقل خواهد شد توجه میکنید که این در همه موارد میتونه درست باشه به جز مرحله پایان چون تو مرحله پایان که کدون پایان قرار میگیره تو جایگاه آ دیگه تی آر آی حامل آمینو اسید واردش نمیشه پس این گزینه گزینه درستی نیست چون در مرحله پایان صدق نمیکنه و این به طور حتم وجود نداره سومین مورد میگه حامل توالی آمینو اسیدی باشه رنای ناقل در جایگاه پی به طور حتم تی آر آی بدون آمینو اسید به جایگاه ای منتقل میشه این هم دقیقا به همون دلیل بالایی رد میشه چرا به خاطر اینکه تو مرحله پایان دیگه این اتفاق نمیفته و از همون جایگاه پی همه اجزا از همدیگه جدا میشن و در واقع تی آر آی بدون آمینو اسید آخریه از همون جایگاه پی خارج میشه بدون اینکه به جایگاه ای منتقل بشه مورد چهارم گفته زمانی که رنای ناقل دارای آنتیکودون یو ای سی در جایگاه پی استقرار پیدا میکنه به طور حتم تی آی حامل آمین به جایگاه آ منتقل میشه. بچه ها جون این هم دقیقا مشابه همون دوتای بالاییه. خب وقتی آنتی کدون یو حالا یعنی کدون AUG اومده کدون AUG میتونه کدون آغاز باشه؟ میتونه یه کدونی مثل بقیه کدون در طول ام باشه؟ حتمی وجود نداره که بعد از این تی آی ناقل وارد جایگاه آبشه احتمال داره که این رمزه قبل از پایان باشه و دیگه بعدیش کدون پایان قرار بگیره و در اون مورد این قضیه نقص خواهد شد پس در واقع ما توی 154 فقط یک مورد درست داریم و حالا اینجا طراح برای ما یه شیطنت دیگه ای هم کرده و میبینید که گزینه ها رو جا به جا گذاشته یعنی من الان یه دونه درست پیدا کردم طبق رسم نباید بیام یک رو بزنم باید حواسم جمع باشه گزینه یکم هم نوشته چهار در حالی که من یه دونه عبارت مناسب پیدا کردم و بنابراین باید گزینه چهار رو انتخاب بکنم که به عدد یک اشاره کرده. سوال 155 گفته کدام مورد برای تکمیل عبارت مناسبه؟ یه نوار قلب برامون کشیده که روش چهار تا نقطه رو علامت گذاشته. و خواسته که از نظر وضعیت دریچه سینی و وضعیت دریچه دهلیزی این چهار تا نقطه رو ما با هم دیگه مقایسه بکنیم ببینیم کدوما به هم شبیه هم کدوما با هم دیگه تفاوت دارن خب بهترین و ساده ترین کاری که میشه کرد اینه که اول بیایم وضعیت دریچه ها رو تو هر کدوم از این نقطه ها مشخص بکنیم و ببینیم کدوما شبیه همن هم, کدوما با هم دیگه فرق میکنن اگر به این جدولی که براتون رسم کردم توجه بکنید متوجه میشین که وضعیت درچه دهلیزی بطنی در نقطه A و نقطه D بازه و دریچه های سینی در این دو نقطه بسته است. یعنی نقطه A و نقطه D مشابه همان از نظر وضعیت دریچه ها. نقطه B و نقطه C هم مشابه همان و با آدی فرق میکنند. حالا بیایم بخونیم ببینیم که چی گفته میگه قلب در نقطه دی از نظر وضعیت دریچه سینی به نقطه بی شباهت داره خب ما همین الان گفتیم که این دوتا در این شرایط به هم مرتبط نیستن بی و دی با هم دیگه فرق دارن پس این غلطه دومی میگه نقطه سی به نقطه دی شباهت داره اینم غلطه میبینید که وقتی نوشته باشیم برای خودمون حل کردنش خیلی راحت تر میشه گزینه سه میگه که نقطه B به نقطه A شباهت داره اینم غلطه و چهارمی داره میگه نقطه A انظر وضعیت دریچه سینی به نقطه D شباهت داره و با نقطه C انظر وضعیت دریچه دهلیزی بطنی تفاوت داره خب این گزینه کاملا درسته و جواب ماست اما سوال 156 میخواد عبارت نامناسب رو پیدا بکنه و در مورد تنظیم بیان ژن در باکتری اشرشیا کولای ببینیم چی خواسته ازمون میگه در پی تغییر محیط کشت باکتری از محیطی که تنها قندش لاکتوز هست به محیطی که تنها قندش گلوکوز هست به منظور تنظیم بیان ژن در این باکتری تغییر در ساختار مهار کننده به وجود میاد خب یه بار فکر بکنیم موقعی که لاکتوز در محیط باشه لاکتوز به مهارکننده کننده میچسبه ساختار مهار کننده رو تغییر میده و باعث میشه که ژن بیان بشه و آنزیم ها به وجود بیان حالا میگه میخواد این محیط عوض بشه تبدیل بشه به محیطی که گلوکوز داره یعنی دیگه لاکتوز توی محیط نیست خب وقتی لاکتوز توی محیط نباشه شکل پروتئین مهار کننده میتونه تغییر بکنه یعنی این گزینه میتونه گزینه مناسبی باشه نه نامناسب خب بیایم دومی رو بخونیم گفته محیطی که تنها قندش لاکتوزه تنظیم بیانش منفیه حالا بیا تبدیل بشه به مالتوز حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه برای تنظیم بیان ژن یه نوع پروتئین به رنابسپاراز متصل میشه خب کافیه بدونیم که زمانی مالتوز توی محیط باشه مالتوز میاد باعث میشه که پروتئین مهار پروتئین ببخشید فعال کننده به رنابسپاراز اول به جایگاهش روی ژن و بعد به رنابسپاراز متصل بشه و باعث بشه که این ژن بیان بشه در واقع بیان ژن مثبت هست و به درستی این جمله بیان شده گزینه سوم میگه محیط از زمانی که مالتوز داره تبدیل بشه به محیطی که فقط لاکتوز داره این باعث میشه که باکتری بیاد مهار کنندش از فعالیت فعال کنندش ممانعت به عمل بیاره تا جایی که ما میدونیم مهار کننده ارتباطی به پروتئین فعال کننده نداره بنابراین به قول یکی از دوستان میگه اینجا قیمه ها رو ریختن تو ماستا خب این واقعا هیچ ربطی این دوتا به همدیگه ندارن و این جمله داره به نادرستی عبارت رو تکمیل میکنه ولی جواب گزینه ماست چهارمی رو هم بخونیم میگه قند گلوکوز تو محیطه حالا الان لاکتوز اومده بعد چه اتفاقی میفته رنابسپاراز بر روی توالی نوکلوتیدی مجاور راهانداز قرار میگیرد خوب ببینید وقتی که لاکتوز میاد توی محیط مهار کننده از روی اپراتور بلند میشه و در نتیجه رنابسپاراز میتونه حرکت بکنه و از روی توالی مجاور راه انداز که همون اپراتور باشه رد بشه تا بخواد بره ژن رو بیان بکنه پس اینم جمله درستیه ولی جواب ما همون گزینه سه هست سوال 157 دوباره داره دنبال تکمیل عبارت میگرده این بار به صورت درست یعنی یه خط در میون این تستا یکی عبارت مناسب میخواد یکی نامناسب اگه حواسمون جمع نباشه ممکن اینا رو با هم دیگه قاطی بکنیم اومده در مورد تکلپه و دولپه پرسیده ببینیم که هر گزینه چی میگه می گزینه یک گفته تکلپه همانند دولپه آوندهای آبکش رو به روپوست روی و آوندهای چوبی رو به روپوست زیرین پهنک برگ قرار دارن خب این گزینه واقعا گزینه غلطیه و کاملا هم مشخص هست که در رگ برگ ها آوند چوبی به سمت روپوست بالایی هست و این دقیقا توی شکل هم مشخصه گزینه دوم گفته تکلپه برخلاف لپه در سلول های قلاف آوندی برگ کلوروپلاست های فراوانی وجود دارد توی این شکلی که توی کتاب بر ما گذاشته و البته نمونه ای از گیاهان تکلپر با نمونه ای از گیاهان دولپه مقایسه کرده بله سلول های تکلپه غلاف آوندیشون کلورپلاس داره مال دولپه ها نداره یعنی الان این گزینه گزینه درستیه به شرط اینکه ما فقط شکل کتاب رو در نظر بگیریم و به بقیه گیاهان تک و دو لپه کاری نداشته باشیم که این در واقع از ایراداتیه که به این تست میشه گرفت گزینه سوم میگه در تک لپه برخلاف دو لپه میان برگ از دو نوع پارانشیمی تشکیل شده که طبق کتاب طبق تصویر داریم میبینیم توی تکلپه ها ما فقط پارانشیم اسفنجی رو داریم در حالی که در دولپه ها هم نردهی داریم هم اسفنجی یعنی این برعکس عنوان شده و دقیقا گزینه غلطی هست و چهارمین گزینه گفته تکلپه یا همانند دولپه یا تعداد روزنه در سطح زبرین یعنی بالایی بیشتر از سطح زیرین که این دقیقا برعکس و غلطه درسته که این دوتا شبیه همن ولی این سطح بالایی تعداد هاش کمتر از سطح پایینی هست پس مجبور هستیم که همین گزینه دو رو به عنوان گزینه صحیح بپذیریم بر حسب شکل کتاب و اهمیتی به اینکه بعضی از تکلپه یا این وضعیت رو ندارن ندیم تست بعدی تست 158 هست که بازی تست شمارشیه و دنبال جملات مناسب میگرده سه تا جای خالی داره و میخواد ببینه که کدوم از این استخوانها با همدیگه مفصل متحرک تشکیل میدن یکی از تستای چالشیه و من اگر سر جلسه امتحان بودم خودم این تست رو نمیزدم چون تشخیصش با توجه به مطالب کتاب مشکل هست توی این تست گفته هر استخوان ساق پا استخوان ساق پا درشت نی هست و نازک با نوعی استخوان دراز که میتونه هم استخوان ران باشه هم استخوان درشت نی و نازک نی برای اون یکی و نوعی استخوان کوتاه مفصل متحرک تشکیل میدن اگر به منابع توجه بکنیم میبینیم که درشت نی با ران از طرف بالا و از پایین با استخوانهای مچ پا میتونن مفصل متحرک داشته باشه در مورد نازک هم نازک از بالا به درشت نی مفصل و از پایین به استخوانهای مچ پا بنابراین این گزینه رو من درست میگم توجه بکنید که من دارم نظر شخصی خودم رو با توجه به مطالعاتم میگم و نظر طراح کنکور رو نمیدونم مورد دوم گفته هر استخوان ساعد یعنی زند زیرین و زند زبرین هر دو رو میخواد با نوعی استخوان کوتاه یعنی استخوان های مچ دست و نوع استخوان دراز که میتونه استخوان بازو باشه مفصل متحرک تشکیل میدن این هم به نظر من درسته سومین گزینه گفته هر استخوان نیم لگن با نوعی استخوان دراز یعنی استخوان ران و نوعی استخوان نامنظم یعنی استخوان خاجی مفصل متحرک تشکیل میده این هم طبق مطالعات من درست هست و آخرین مورد گفته هر استخوان دنده با نوع استخوان په منظورش میتونه استخوان جناق باشه و نوع استخوان نامنظم یعنی یکی از های مهره مفصل متحرک تشکیل میده این دیگه درست نیست و مفصل متحرک تشکیل نمیشه بنابراین من, من اگر بخوام جواب بدم من گزینه سه رو میزنم ولی اینو بهتون بگم که توی کلید اولیه که از سنجش منتشر شده گزینه دو علامت خورده کدوم از اینها رو متحرک در نظر نگرفته یا اشکالی براش مترتب شده من نمیدونم ولی طبق مطالعاتی که من کردم این سه تا گزینه اول درست هستن به هر حال اگر سر جلسه امتحان بود توصیه اکید اینه که یه همچین تستی رو نزنید خیلی خیلی بهتر هست اما تست 159 میگه کدام مورد برای تکمیل عبارت نامناسب است باز دوباره رسیدیم به نامناسب در نوعی گیاه که حالا ببینیم چه ویژگی براش گفته در این گیاه به طور حتم یعنی باید کلا دونه دونه بخونیم ببینیم که کدومش نامناسبه گزینه یک میگه بر روی ریشه قطور ریشه های فرعی فراوان دارد اگه به شکل فعالیت تو فصل 6 دهم ده توجه بکنید میبینید که این ویژگی مربوط به گیاهان دولپ است. خب حالا میگه در این گیاه به طور حتم پوست ریشه کاملا مشخص است خب این پوست ریشه آره تو دو لپه یا مشخصه تو شکل داریم میبینیم ناحیه پوست کاملا مشخص هست و این گزینه مناسبیه ولی جواب من نیست دومی میگه در نوع گیاهی که یاخته های حابی سوبرین یعنی همون چوب پنبه در مجاورت لایه ریشهزای ریشه مجاورت لایه ریشزای ریشه که بخواد چوب پنبه داشته باشه میشه لایه آندودر خب میگه در نوع گیاهی که آندودرم داره آندودرمش سوبرینیه به طور حتم پوست ریشه کاملا نازک است. اگر توجه بکنید به متن کتاب و به شکل متوجه میشیم که هم تکلپی ها و هم دولپی ها سلول های لای آندودرمشون چوب پنبه ای شده و پوست ریشه کاملا نازک رو ما فقط توی تکلپی ها میبینیم نه در دولپی ها بنابراین این گزینه گزینه نادرستیه نامناسب پر میکنه و جواب ماست اما بریم بقیه رو ببینیم چی میگه میگه در نوع گیاه که دست آوندهای چوبی و آبکش ساقه روی یک دایر است داره در مورد دولپی ها حرف میزنه به طور حتم آوندهای چوبی قطور در مرکز ریشه قرار دارن این هم اگر به شکل توجه بکنید میبینید که بله آوندای چوبی قدیمی تر که قطورتر هم هستند در مرکز ریشه قرار گرفتن گزینه درستی مناسب پر میکنه چهارمی میگه دست آوندهای چوبی و آبکش ساقه بر روی دوایر هم مرکزن که از این عبارت استفاده نشده تو متن کتاب ولی توی شکل تقریبا مشخص میشه منظورش تکلپی هاست به طور حتم یاخته هایی با دیواره نازک در مرکز ریشه قرار دارن که اگر دقت بکنید به شکل میبینید که در سکلپی ها ما در مرکز ریشه بافت پارانشی میداریم پا این هم در واقع گزینه مناسبیه ولی جواب ما نیست جوابمون همون گزینه دو. هست. اما بریم سر وقت سوال 160 سوال 160 میگه کدام مورد عبارت رو به طور مناسب کامل میکنه اول اومده دو خط در مورد صفت رنگ ذرت برامون توضیح داده که خودمون بلدیم نیازی نداریم بخونیم میگه صفت رنگ ذرت سه تا جایگاه ژنی داره هر جایگاهش دو تا دگره داره برای نشون دادن ژن ها در این سه تا جایگاه از حروف بزرگ و کوچک آ و س استفاده میکنیم با توجه به نمودار کتاب درسی همه ژنوتیپ هایی که فقط چی دارن جای خالی هستن این از اون سالایی که پارسالم اومده بود و باز از اون سالایی هست که توصیه اکید میکنم اصلا وقتتون رو در مرحله اول سرش نذارید به خاطر اینکه خیلی وقت گیره تا آدم تو ذهنش بیاد به چه ترتیبه خیلی سخته ولی الان میخوایم حلش بکنیم میبینیم اگر نمودار جلوی چشممون باشه حل کردنش هیچ کاری نداره ولی واقعا حفظ کردن اینا و بعد به دست آوردن جواب این تست به صورت ذهنی واقعا سخته هیچ لزومی هم نداره ما بخوایم بشینیم سر جلسه با اون وقت کم که زیر یک دقیقه باید تست رو بخونی و تشخیص بدی و علامت بزنی واقعا هیچ لزومی نداره به همچین تست هایی وقت بذاریم مگه اینکه وقت اضافه داشته باشیم مثل الان که میخوایم بشینیم حلش بکنیم و الان هم که ما تصویر رو داریم جلومون میتونیم جلوی چشممون بذاریم دونه دونه بخونیم ببینیم که چی خواسته و جواب رو بهش بگیم گزینه یکش میگه همه ژنوتیپ هایی که فقط یک جایگاه ژنیه، خالص قالب دارن خالص باشه قالبم باشه یه دونه از جایگاه های جنی. یا آ یا بی یا سی خالص قالب باشه یعنی آ آی بزرگ یا بی بی بزرگ یا سی سی بزرگ خب در فاصله یکسانی از ذرت کاملا قرمز قرار دارن می که طبق شکل این گزینه غلطه گزینه دو دقت کنید میگه همه ژنوتیپ هایی که دو تا جایگاه ژنی ناخالص دارن یعنی اینا و اینا به ذرت کاملا سفید نزدیکتر از ذرت کاملا قرمزن میبینین که اینم گزینه غلطیه و از روی نمودار چقدر راحت میشه این رو دریافتش کرد سومی میگه همه ژنوتیپ هایی که فقط دو تا جایگاه خالص مغلوب دارند به ذرت کاملا قرمز نزدیکتر از ذرت کاملا سفید هستند این هم غلطه با توجه به مواردی که براتون علامت زدم چهارمی میگه همه ژنوتیپ هایی که فقط یک جایگاه ژنی خالص غالب دارند و یک جایگاه ژنی مغلوب دارند در فاصله یک سانی از ذرت کاملا سفید و ذرت کاملا قرمز قرار گرفتن که این همین ردیف وسطی است که فقط این ویژگی رو داره و بله در فاصله یک ثانیه. یعنی جواب ما گزینه چهاره امیدوارم که خستتون نکرده باشم اینم سومین بخش از تحلیل تست بود دو تا بخش دیگه میمونه که انشاءالله در روزهای آینده براتون تحلیل میکنم و به عنوان یک مبحث آموزشی میتونید بهش فکر بکنید و مشاهده بکنید لطفا این فیلم ها رو برای دوستاتون هم ارسال بکنید خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب بکنید و از فیلم های دیگه هم دیدن کنید امیدوارم که تعطیلات بهتون خوش بگذره از وقتاتون خوب استفاده بکنین مراقب خوبیاتون باشین for the office.